در حالی که طی حدود یک هفته درگیری مسلحانه در شمال غربی پاکستان 49 نفر شهید و بیش از 170 مجروح بر جا گذاشته است گروه های شیعه پاکستانی میگویند گویند گروه های سنی رو و عوامل وابسته به وهابیون عامل این وقایع شروع درگیری خونین در منطقه پاراچنار زمانی رخ داد که یک خانواده از سنیهای های تندروی وابسته به عوامل وهابی ساکن منطقه بوشهره اقدام به غصب زمین مربوط به یک خانواده شیعه اهل منطقه مالی خیل نمود. این اقدام منجر به درگیری بین دو طرف شد اما بلافاصله با تشکیل گروههایی از سوی طرفین درگیری ها متوقف گردید و آتش بس تا 16 محرم الحرام ادامه داشت اما سنی تندروی وابسته به عوامل وهابی فردای آن روز حجوم خود را برای غصب مجدد زمین ذکر شده آغاز نمودند که این موضوع به درگیری بیشتر بین دو طرف انجامید پس از آن در ادامه این ماجراها متاسفانه روستاهای اهل تسنن نشین منطقه با روستاهای شیعه منطقه وارد درگیری شده و بلا فاصله جنگ به اطراف پاراچنار تا دور دستها گسترش یافت در این میان اقدامات تحریک آمیز تندرو و عوامل وهابی و توصیه آنان به اهل تسنن منطقه مبنی بر قتل عام شیعیان در گسترش دامنه درگیری ها مؤثر بوده است و همین نکته نشان از وجود یک برنامه از پیش تعیین شده برای ایجاد جنگ تمام ایار در پاراچنار به بهانه درگیری بر سر یک زمین بوده است به گفته منابع محلی شهر پاراچنار این شهر شیه نشین در این مدت هدف گلوله توپ و خمپاره قرار گرفته و سنیهای تندرو در سایر مناطق پیرامون پاراچنار هم از این سلاح با مهارت بالا استفاده کردند. منابع محلی پاراچنار نیروهای ارتش پاکستان را از یک سو و نیروهای طالبان افغانستان را از سوی دیگر متهمان اصلی جنگ پاراچنار می دانند. منابع محلی پاراچنار در این گزارش تاکید کردند راههای منتهی به پاراچنار بسته شده و دسترسی به دارو و امکانات درمانی در این منطقه بسیار محدود و در مواردی غیر ممکن می باشد. اینترنت هم در پاراچنار قطع شده و احتمال ایجاد مشکلاتی در تأمین مواد غذایی برای مردم پاراچنار در روزهای آینده وجود دارد